با آمدن ماه مبارک رمضان و بالا رفتنه. نرخ مواد خوراکه و بعضی از چیزهای دیگه که فروخته میشه واقعا مشکلات زیادی را برای همشری های از این ما با وجود آورده و ما هم میخوایم در رابطه این موضوع صحبت بکنیم همکار همیشگی ما استاد جاوید گلستانی را با خود داریم استاد خیلی خوش آمدین به برنامه سلام وقتتون بخیر امدوار هستم که روزای رمضان بر تمام مردم افغانستان خوش بگذره و یک ماه پر از عبادت و داشته باشه ان استاد خیلی خوش آمدین در آغاز پیش از اینکه بریم به سراغ ای که چرا قیمت مواد خوراک در ماه رمضان بلند میره میخوایم تاثیر رمضان بالای اقتصاد بدانم که چگونه است مای مبارک رمضان با وجود که خودش ایک پیام خیلی خوب اقتصادی داره و او هم جویی در زندگی و کم مصرف کردن و به جایش برای پس انداز کردن است و در کنارش فلسفه دیگی از ماه مبارک رمضان توزیع عادلانه آید است اما متاسفانه یک بزرگترین دغدغه کامدن ماه مبارک رمضان برای زندگی مردم ایجاد میکنه و خصوصا طبقه فقیر و جامعه اون نگرانی از بالا رفتن قیمت مواد اولیه و مواد خوراک است که متاسفانه افغانستان از جمله کشورهایی است که همساله به صورت ویژه در ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراک تا حدود 30 نسبت به سایر ماه ها در ماه مبارک رمضان افزایش پیدا میکنه اگر شما یک محصول غذایی را در جریان ماه های عادی سال به صد افغانی بخرین مجبور میشین در ماه مبارک رمضان به اکثر سی افغانی بخرین و کسایی که سروتمند هستند شاید زیاد مشکل جدی برشون پیش نه چون اونا وقت ظرفیت خرید صد افغانی را دارن صد افغانی را هم دارن ولی مشکل جدی در زندگی مردم فقیر افغانستان ایجاد میشه که بدبختانه بیشتر زفصاد مردم افغانستان فقیر است. اینه در زندگی حد اکثر مردم یک مسئله یا یک پیامد منفی ایجاد میشه و پیامد منفی عدم توانایی مردم فقیر در دسترسی اونا به مواد اولیه و مواد ضروری خوراک است که نمیتونن را که در ماه مبارک رمضان به غذای مقوی نیاز دارن و رو خرداری کنن لذا روزهای میشه که یه اشخاص فقیر حتی دوباره دست خالی از بازار به خانه برمیگردن و توانایی و ظرفیت خرید مواد خوراک و مواد اولیه ضروری در ماه مبارک رمضان را ندارن این میتونه پیامد منفی که البته روش و شیوه کار ما در اقتصاد میتونه ایجاد کنه نه خود رمضان در حالی که فلسفه اصلی رمضان صرفه‌جویی و توزیع عادلانه عاید است اما برعکس ما پیام را برعکس گرفتیم در جامعه افغانستان به جای که قیمت ها پایین به توزیع عادلانه عاید صورت بگیره برعکس قیمت ها بالا میره و توزیع غیر عادلانه عاید بیشتر میشه استاد به نظر شما دلیلش است که در ماه مبارک رمضان نرخ بالا میره دلایل گوناگون دارد دلیل اول فصلی بودن تقاضای بعض از مواد خوراک است این بعض از مواد خوراک تقاضای خیلی جدی در ماه مبارک رمضان داره نمونه مثالش خرما و اندازه که ما و شما در ماه در ماه رمضان خرما مصرف میکنیم در ماه عادی سال مصرف نمیکنیم خورما یکی از غذاهای ضروری بر ماه مبارک رمضان شده و تقاضای فصلی بالای در ماه مبارک رمضان داره لذا تجارا و فروشنده ها از مجبوریت مردم در ماه مبارک رمضان به منظور خرید مواد غذایی مثل خرما استفاده میکنن و اونا مطمئن هستند که قیمت خرما را اگر بالا بره مردم خریداری میکنن اگر پایین بره مردم خریداری میکنن چون نیاز دارن با مترتب سایر مواد غذایی خیلی ضروری که در ماه مبارک رمضان ما شما نیاز داریم میگن اگر قیمت پایین بره مردم خریداری میکنن قیمت بالا بره مردم خریداری میکنن این مشکل ایجاد میشه مشکل دیگه ای است که ما از نظام پیروی میکنم که نظام اقتصاد بازار است و در نظام اقتصاد بازار دولت کنترل روی فعالیت های اقتصادی و قیمت نداره که متاسفانه تاجرا سوی استفاده میکنن از مجبوریت مردم و از نوعیت نظام اقتصادی هیچ کنترل بالای قیمت مواد خوراکه نداره خصوصا شهرداری که مسئولیتش کنترل بالای قیمت مواد کنترل نداره و در قیمت مواد خوراک در ماه مبارک رمضان افزایش پیدا میکنه و نفگرایی تجار نسبت به ای که بیشتر به رفای اجتماع فکر کنن به منافع فردی خود فکر میکنن این باعث میشه که به صورت یک جانبه مواد غذایی را قیمتش شده در ماه مبارک رمضان افزایش بدن در حالی که تجارا بر علاوه که مسئولیت منافع خودشان به عهده دارن مسئولیت رفای اجتماع هم به عهده دارند. ما در حال حاضر در سطح جهان برای تجارا و سرمایه‌گذارا سه مسئولیت مهم داریم یک مسئولیت خودشان است که مفادشان است مسئولیت اجتماع است مسئولیت است ولی بعد در افغانستان بیشتر تجارا فقط مسئولیت خودشان متوجه میشن که مفاد شخصی خودشان است لیکن مسئولیت اجتماعیشان که رساندن خدمات برای رفاه ما و بر مردم از یاد در نظر نمیگیرن و در نهایت پیامدش افزایش قیمت مواد اولیه و ضروری در ماه مبارک رمضان است. استاد <applause> میگن اگر مسئولات داخلی خود کشور ما را استفاده بکنیم اوقدر مواد خوراکه هم نرخش بالا نیست و میتونیم استفاده بکنیم آیا به نظر شما یکی از دلایلی که مواد خوراکه در این قیمتش بالا میره و در تمام ماهای های سال ما میبینیم که بعضاً بالا میره نرخ مواد خوراکه و بعضاً هم دوباره پایین میاد آیا استفاده از مواد خارجی است مشکل اصلی است که ما و شما در افغانستان یک سیستم نگهداری تولیدات داخلی نداریم اگر مواد غذایی است اگر میوه است و یا سایر مواد اولیه که ما و شما مصرف میکنیم یک سیستم نگهداری نداریم که ما در فصلش اون نگهداری کنیم و در او فصلی که ما و شما تولید کردنیم میتونیم به بازار بریم پر مثال مواد غذایی که بیشتر در ماه مبارک رمضان استفاده میشه ما شما در افغانستان نداریم تولیدش نداریم پر مثال خرما ما کجا افغانستان تولید خرما را داریم که بگیم از تولید داخلی خود استفاده کنیم در حالی که خرما شایدان توسن میشه که در ماه مبارک رمضان استفاده شود یک محصول وارداتی است و تجار وارد میکنه قیمتش بالا میبره و سایر کشورها هم از استفاده میکنه به خاطر که در ماه مبارک رمضان تقاضا به خرما خیلی بلند میره در کنار شما مواد غذایی که ما شما دا داخلم داریم چون مکانیزم نگهداریش نداریم در فصل برداشتش ما با قیمت خیلی اندک به خارج میفروشیم به پاکستان و ایران اما در فصلی که ما نیاز داریم با قیمت چندین برابر خریداری میکنیم در فصل برداشت محصول مثل سیب ما هفت کیلو سیب افغانستانی را به تجارای پاکستان میفروشیم در بعض از ولایت های جنوبی افغانستان به 200 کلدار پاکستانی که در حدود 110 افغانی 120 افغانی, افغانی میشه اما در فصل نیازمندی در حال حاضر ما و شما بیشتر از 100 افغانی یک کیلو سبر خریداری میکنیم چون ما نمیتونیم نگهداری کنیم پس محصول داخل نگهداری کار داره کجا او سیستمی که ما بتونیم محصول داخلی نگهداری کنیم تا در زمانش استفاده کنیم پس این مشکل هم باعث میشه که ما و شما در ماه مبارک رمضان به محصولات داخلی دسترسی نداشته باشیم <applause> شما امروز هر در بازار میبینین از جمله مواد اولیه خوراکا با جز بادرنگ دیگه اکثرتش خارجی است وقتی خارجی به توان وارداتش قیمت تمام میشه و ما نه میتونیم اون محصولات رو با تولید داخلی رفع کنیم چون نداریم به فصل استاد اگر روال ادامه پیدا بکنه و همین قسم نرخ مواد خوراکه بالا باشه چقدر میتونه به اقتصاد تمام خانواده ها و به خصوص خانواده که اقتصاد ضعیفی دارن و نمیتونن خریداری بکنن هم از نگاه جسمانی که نمیتونن اون مواد غذایی استفاده بکنن و در ماه مبارک رمضان او انرژی که نیاز دارن بگیرن و هم از نگاه اقتصادی چقدر میتونه صدمه بزنه برشون مسئله مهمی است که وقت ما و شما در ماه مبارک رمضان قرار داریم وقت روزه میگیریم نیاز به انرژی داریم اه. و این انرژی رو ما و شما میتونیم با استفاده از مواد غذایی و نوشیدنی بگیریم که طبعا وقت قیمت ها بالا بره ما و شما نتونیم مواد غذایی مورد نیاز را در ماه مبارک رمضان بگیریم لذا در طول روز انرژی لازم رو بر کار کردن نداریم وقتی انرژی لازم رو بر کار کردن نداشتیم بس دستاورد اقتصادی هم نداریم وقتی دستاورد اقتصادی نداشتیم درآمد لازم را که در جریان سایر ماهای سال داریم در ماه مبارک رمضان نداریم تعداد ساعات کاری ما کم میشه و در نهایت درآمد مجموعی فامل و درآمد مجموعی جامعه پایین می و از طرف دیگه افزایش قیمت ها صورت گرفته و درآمد پایین را وقتی ما اختصاص میدیم به خرید قیمتش بالاست پس میزان پول نگهداری شده در خانواده ها خیلی پایین میه و بعد از او پیامد اقتصادی آیندهشی است که ما تا چندین ماه دیگر از لحاظ اقتصادی خود راست کرده نمیتونیم و مسئله اساسی است که در ماه مبارک رمضان وقتی قیمت ها افزایش پیدا میکنه ما و شما به یک مشکل دیگه اقتصادی مواجه میشیم که یک اصطلاح اقتصادی است به نام چسبندگی قیمت ها دست چسبندگی قیمت ها وقت قیمت ها افزایش پیدا میکنه بعد است چند مدت زمان دوباره وقت قیمتم کاهش پیدا میکنه به قیمت اولی خود نمیرسه در یعنی واقع قیمت یک محصول 60 افغانی است و در ماه مبارک رمضان به 80 افغانی رسیده وقتی ماه رمضان هم ختم میشه دوباره پس به 60 نمیه در یک نقطه وسطی تکیه میکنه که پدیده به نام چسبندگی قیمت ها در اقتصاد یاد میشه نه به 60 میه نه به 80 باقی میمونه می به 70 که هم ده افغانی از ماهای عادی سال کرده باز قیمت شده و این روال ادامه پیدا میکنه که سال با سال قیمت ها افزایش پیدا میکنه و فیصدی فقر مردم افغانستان بیشتر شده رفته و پیامد اجتماعی خیلی پیامد اقتصادی خیلی بالای رو ایجاد کرده به دلیلی که وقت یک چیز امسال 60 افغانی است چسبندگی قیمت ها به 70 افغانی میرسه سال دیگه 70 افغانی چسبندگی قیمت ها به 80 افغانی میرسانه به مترتیب افزایش پیدا میکنه در حالی که میزان درآمد مردم افغانستان افزایش پیدا نکرده لذا این مسئله باعث میشه که ما و شما به فقر اقتصادی بیشتر از پیش مواجه شیم بله و در اخیر مقصد اگر گفتنی باقی مانده باشه و یا پیامی داشته باشن خیلی خوب میشه پیام اول می است که تجاران عزیز و فروشندگان عزیز در ماه مبارک رمضان به جای در نظر گرفتن منافع فردیشان بیشتر اونم بود اجتماعی رمضان که کمک به مردم فقیر است در نظر بگیرن نهب. تا یکی مفادشان در نظر میگیرن به خاطر که در یازده ماه سال نام فاد کردن بگذارن یک ماه سال را به نفع مردم کار کنه در کنارش از دولت هم تقاضا دارم که ما اقتصاد بازار داریم اما به این اقتصاد بازار از نو کنترل شده, شده داشته باشیم تا در ماه مبارک رمضان یک نرخنامه توضیح کنیم به تمام فروشنده ها و هرگاه فروشنده بیشتر از قیمت نرخنامه به فروش رساند او رو مجازات کنن جریمه به هر نحوه که لازم میبینن تا این مشکل رفع شود و در کنارش دولت باید ذخیره کنه یعنی یک ذخیره احتیاطی را به منظور رفع تقاضای مردم در ماه مبارک رمضان داشته باشیم تا بتانیم با استفاده و ذخیره زخیره افزایش تقاضایی که ما شما در ماه مبارک رمضان داریم او را جبران کنیم و پیام آخرین به طبقه سروتمند جامعه است طبقه ثروتمند در هر حالتش قدرت خرید مواد اولیه غذایی را دارن مهم. از از هم شدیدا تقاضا میکنم که در ماه مبارک رمضان به مردم فقیرم کمک کنن تا اونا هم بتونن به حداقل امکانات زندگی و انرژی لازمی که برای تکافای زندگی روزمرهشان نیاز دارن به او برسن تا هم ثواب شوه و به مو المثل مسئله که هم خورما هم ثواب به دست بیارن به ترتیب مشکل مردم فقیر رو در جامعه برآورده بسازن رفع کنن تا رمضان همه با خوبی و خوشی بگذره و هیچ کسی از پیامد منفی و یا درقت یک نتیجه منفی از ماه مبارک رمضان از لحاظ اقتصادی نبینه بله امیدوار هستیم که تمام دولت مردای عزیز ما توجه بکنن و تمام هموطنای عزیز ما که فعلا نمیتونن غذایی بر خودشان خریداری بکنن و اکثریت خانواده ها روی دسرخانشان اون قسمی که باید باشه رنگارنگ نیست و امیدوار هستیم توجه بکنن خیلی ممنون هستم ممنون شما خیلی ممنون شما برنده های عزیز میام برنامه خیلی کوتاه و دوباره برمیگردیم